نمایشگاه یک روزه ی آثار خوشنویسان در مقام ولایت هرات برپا شد. والی هرات از حمایت اداره هرات از خوشنویسان و هنرمندان در نمایشگاه یاد میکند و اطمینان میدهد که به مشکلات نویسندگان و خوشنویسان رسیدگی خواهد شد. از سوی دیگر نویسندگان میگویند که توجه مردم و دولت به آثار هنری کاهش یافته و نیاز است با برپایی این گونه نمایشگاه ها بازاری برای آثار ایجاد گردد. این نمایشگاه یک روز است که با گفته والی هرات برای حمایت از خوشنویسان و نویسندگان برپا شده است. والی هرات در این نمایشگاه بر تخریب آثار خارجی در تضاد با دین مبین اسلام تاکید می کند و می افزاید که جهان همواره در صدد تخریب آثار افغانی و به خصوص هراتی در کشور بوده است. به همین دلیل است که خوشنویسان و نویسندگان محروم ترین طبقه در جامعه افغانستان باقی ماندند. اینجا چنگیز هم آمده از طرف مشرق، اینجا انگریز آمده از طرف جنوب، اینجا روسا آمده از طرف شمال، اینجا امریکای آمده از طرف آسمان. از چندین جهت به افغانستان نیروهای متجاوز آمده، اما به همراه خود ظلم و فساد و تفنگ و کشتار و بربریت و سرقت و انواع و اقسام فرهنگای غلط را آوردن. امروز آثارشان نیست. از سوی دیگر اقتصاد نامناسب ساکنان، نبود بازار برای آثار خوشنویسان، کم شدن علاقه مردم به آثار هنری و عدم درک مشکلات خوشنویسان از جمله مواردی است که به گفته خوشنویسان آنها را از آینده ی هنر کهن ناامید کرده است. آثار به فروش نرسد، انگیزه خطا گرفته میشه و دیگر انگیزه تولید آثار هنری کمتر داره. مثلا وقتی یک اثر هنری خلق میکنه، خطا نیاز به کاغذ داره، نیاز به مرکب داره، نیاز به قلم داره، خلاصه نیاز داره که تشویق بشه که بیشتر بتونه آثار بهتر خلق کنه. روزی ما اینه که ملت ما بیان به کانال ما بستگن و از ما حمایت کنن، باید در این حال دولت ما بیاید باید ما سرمایه گذاری کنه و کار کنه و به یک نوی بساب به حمایت مرتی ما منوی بفردن و هدف برگزاری نمایشگاه اول همین بیده که ما معرفی بیشتر اونه رو خوشمسی کرده باشیم. در همین حال مسئولان فرهنگی نیز مشکلات خوشنویسان و نویسندگان را میپذیرند و اطمینان میدهند که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حل مشکلات آنان چندین طرح دریافت کرده است که بیشتر مشکل خوشنویسان را حل میکند. نویسان و خطاطان نسی کولای چې بخپل لاس باندې بخپل قلم باندې او مخپل ژوند تامین کی او همدارول خپل مسلک و هنر ته کار وکړي. بنا اسلامی امارت په ځانګړي توګه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې د خطاطانو د نشرانو د لاسنیوي لپاره د راز برنامې او پروګرامونه جوړوي، د دې لپاره چې زموږ ځوانان زموږ ولسونه او خلک دې ته رامات کړل سي چې دوی دې برخې ته توجه. گفتنی است که در این نمایشگاه یک روزه حدود 150 اثر هنری خوشنویسان و حداقل 3000 عنوان کتاب به نمایش درآمد.